passi per il deserto dalle parti dell'Arizona, procurati una corona e preparati a morire. Ci sono due bande killer nel deserto dell'Arizona, e uno dei due perdona, l'altro non perdonerà. Ciccio perdona. Cattivello, ma il sate quel piccoletto, si dice che dentro il petto ha una pietra e non un cuore. Dai cara la tua bellaccia, raccomanda da quello secco, ma tieni chiuso il becco se con me dovrai parlare. Ciccio perdona, Franco invece no. Ciccio perdona, Franco invece no. Jesse, Ringo, Chang e Johnny Banco sfidarono Ciccio e Franco, vuoi sapere come andò? Secondo la tradizione, quel colo dei risultati, il lungo li ha perdonati, ma sto tutto li ha corretto. Ciccio perdona, Franco invece no. Ciccio perdona, Franco invece no. ارائه شده توسط وبسایت بند موویز. دوتا رو باش، درست وسط جاده دارن چورت میزن. شما دوتا چرا وسط جاده چند برک زدین؟ یالا بکشین کنه. چشم عصبانی نشین، آپاندیستون میترین. میتونیم که شما وایسین تا ما میتونیم تو کافه جدید و تعدیسمون از شما پذیرایی کنیم و اسماتون عوض بکنیم. بفرمایی خود هوا قرقره کنیم. ولی من اینجا تو حالا چاپار خونه نهیده بودم. ولی حالا میبینی سینیور، تازه وا کردیم نوع نوع. بله جدید و تعدیسه. ما با یه خورده پول اسماتون رو با اسمای تازه نفس عوض میکنیم. اسمای عالی داریم. بفرمین پیاده شیم. بفرمین. من اجازه نمیدم دستای کثیف تون رو به اسمای من بزنیم. دستای ما تمیز سینیور پاستوریزه. راست میگه، دستای ما واقعا چرکتابه. بفرمین استراحت کنین، از طبیعت لذت ببرین تا ما کارو عوض کنیم. آشپزهای ماهرمون دارن برای شما غذاهای خوب تهیه میکنن. وقتی غذا حاضر شد ما در نهارخوری رو با میکنیم و شما میتونین هر چی میخواین بلامبونی. هر غذای دلتون بخواد داریم، از کتلت دستدار گرفته تا آلبالو پلو دستدار. اشکنه ناپلی یه طرف، اشکنه شانزلیزه یه طرف دیگه، دسرم سماق مکزیکی داریم واسه مکیدن. ما میریم تو استبلو، میریم فقط 5 دقیقه سینیور، فقط 5 دقیقه. فقط 5 دقیقه. شما هم صدایی که من میشنم، من میشنوین؟ صدا
خونه اسبامونو برداشتن فرار کردن. اون دوتا رز و اسبای من فرار کردن. بابا من سه احمق گول خوردم. هممون گول خوردیم آمیگو. هممون گول خوردیم. آره ولی اسبام مال من بودن. خیلی خوب خیلی خوب دیگه بسه. اگه به زبون خودتون حرف بزنی که ما یک کلمه‌اش هم نمی‌فهمیم. ما از اون دزدای معروفی. خواهش می‌کنم گوش کنید آقایون دزدا. ما نمی‌تونیم بیشتر بخریم. گذشتن از مرز خیلی مشکله. مشکل‌تر از همیشه. این دفعه دیگه نمی‌تونیم با اسپای دزدی از مرز بگذریم. بله درسته. واسه اینکه نگهبانا دارن عقب دزدا می‌گردن. دزدایی که طلای دولتی رو زدن و نگهبانش هم کشتن. از اون دزدیا که حتماً ابلیس توش در داشته. شماها از دزدیای ابلیس چیزی نشنیدین؟ نه، ما ترانه های گل اومد بهار اومد شنیدیم ولی دزدیای ابلیس رو نه هرگز. به هر حال همیکو رو هم رفته چقدر میشه زیاد سنگین نشه. نه، من تقریبا 70 کیلو هم، این دیلاغ هم 25 کیلو تمومه. نه، میگن چهار تا اسب با هم پول چند پزوس میشه؟ نمیفهمم. بهت میفهمونم بعدن. ما از بار 150 پزوس میخریم، بیشتر هم نمیدیم. اگه نمیخواید بریم. میخوایم. خیلی نکنیم. 150 تا. ادیوس امیگو. به منم بگی. ادیوس امیگو. ادیوس. به ما گفتن آجیو. نه خیر، گفتن کولومبوس. آه. اوی اوی. آجیوش هم خودتونی. سنگین باش. به ما گفتن آجیو. کار تو عبس 150 پزوس من بازار کساده تو بمیرید. میدونی چی میخوام بگم؟ به نظر من دیگه این ابتکارهای تو واسه عمت خوبه. آره دیگه، اون همه چوب و آهن و نقاشی و آهک و آجر، بالاخره هم هیچی دستگیرمون نشد. اگه اینجوری ادامه بدیم بالاخره یه روز مجبوریم که بریم دوز بشیم. اینا همیشه از این کلاغ‌ها سر هم میکنن که ارزون بخرن. نگهبانا، کلاغ‌ها، پهلوان ابلیس. آخه کدوم ابلیس؟ من چه میدونم؟ من فقط میدونم که ابلیس اونقدرام که میگن لولو خور خور نیستم. من به رئیس جمهور قسم خوردم که طلاهای دزدیده شده رو پیدا کنم و انتقام خونه نگهبانای بیچاره رو بگیرم و این کارم میکنم. به همین دلیلم اومدم به دزالاسیون. به نظر میرسه که افراد شما چیز زیادی از اونا نمیدونن، درسته؟ جناب کلنل، فقط ما میدونیم که اون پس فترت این مرتبه به دزدایی که همیشه با اون همکاری میکردن و قسم خورده بودن خیانت کرده و اونام تصمیم گرفتن ازش انتقام بگیرن. به هر حال اون حتما سعی میکنه که از مرز فرار کنه، ولی فرار کردن با 400,000 دلار که همش شمش طلا بوده کار آسونی نیست، حتی اگه ابلیس بخواد این کارو بکنه. باید به عرضتون برسونم جناب کلنل، اون مثل یه برق قوی و خشنه و خیلی هم باهوش و کلکه. همیشه قادر رول بازی کنه و مثل مار دائما پوست عوض میکنه، فقط اصلش رو عوض نمیکنه. به دلیل یه عقیده خرافی اون عوض نمیکنه. ما میدونیم که روی کفال اسبش یه خال سفید به شکل این ستاره وجود داره، به همین خاطرم اونو عوض نمی کنه. بیا اینم آخرین شاهکار من پهلوان ابلیس، هیچ کس نمیتونه بفهمه، درست مثل آهن شده. بیا چه فکرها که به کله پوکتو نمیزنه. کی ممکنه به عقلش برسه که یکی کلای خالص آب کنه و عرابه درست کنه؟ یه عرابه 400,000 دلاری. فکرشو بکن اگه همکارای سابق دینو بفهمد چی کار میکنن، مخشو سود میکشه. خفخان میکره یا نه؟ خیلی خوب، وقتی همه چیزش رو سوار کردی باید از این واکسی که روش خورده ممنون باشی که نشون نمیده این از طلای خالصه. بعدم روش چند تا روکش میکشیم، چند تا جعبه و خرت پرت هم میذاریم توش، یه خوردم آتش‌سرای دیگه که حقه تو رو حسابی بپوشونه. هیچ کس نمیفهمه مرگ تو. ممکنه خفخون بکره، خیلی فر میزنه دیگه، خستم کرده. خیلی خوب خیلی خوب ابلیس، عصبانی نشو. الان میرم میله آهنی که چرخا رو به هم وصل میکنه خم میکنم و برات برمیدارم میارم. خم میکنه؟ خیال میکنه وقت زیادی داریم که خم بکنه؟ احمق. بگیرش. خمه ببینم. یادت میاد پهلمون ابلیس وقتی دخل اون بونتی کلیرا رو تو ساندافه اووردی؟ من هنوز یادمه، هنوز صدای خورد شدن استخوناشون تو گوشمه. جون تو. آره، یادمه.
آگاما یادت آریواری میگه آره اینو باش که به من میگه آره چیکار میکنی ابلیس؟ چیکار میکنی؟ نه رم کن رم کن من خبای چنم خیلی به دردم نه نه کردم نه 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 چرا اونجا تمر گیدین؟ یلا از سر ران بره کنار کسافت ها تو چشم سینیور تو چشم شما که اینقدر تمیزین عجله نکنین در کلبه ما رونق اگر نیست دوز و کلک هست عجله نکنین اینجا جون میده واسه عرق‌خوری جونی شما نکنین میخواین بدون این که اسبتون رو عوض کنین به سفرتون ادامه بدین ما اینجا حسابی خستگی شما رو در میاریم جون شما دستای کسیفتون رو از ما مرداری ولی نفرتون میکنم با تو هم با اسبای من دست نتن کدوم اسبا ما فقط به یکیش دارم دست میزنم نمونم میترسه اسبه یه رو گازمون بگیره ناراحت نباش چیچو اسبی که پارس میکنه گاز نمیگیره سخوره لامیتره سلاخ سلاخ خطا بکنم ای چیچو این دیوونه است سینیور بی خود جوش نیارین هفتگیر رو بیارین پایین ما دوتا کاسبکار بیچاره این والله آره ما فقط میخواستیم اسبای شما رو عوض کنیم و اسب تازه نفس بهتون بدیم حساب میکنیم احمقای دیوونه یه دست به اسبای من بزنین آبکش تو میکنم آره گمشن گمشن آخه مگه ما چلویم که آبکش بکنیم گفتم گمشن اسبای تازه نفس گمشن خیلی خوب رفتیم شین شین خیلی خوب کنیم ببینم میتونین اسبا هم ببرین آب بده بله سینیور خیلی خوب آبشون بده ولی بدون این که گاری جدا شد کنیم در زم یه چیز پیدا میشه خودم بخورم تکیلا داره نه میشه پیدا میشه یا نمیشه همه چی داریم شراب تکیلا و کنیاک همه چیزایی که تو هتلای گنده قهوخونهای کوچولو هست ما داریم جون شما مبالم داریم تو رو دست راست بفرمایید دست راست بله بفرمایید این طورا که خجالت نداری بفرمایید سینیور تو دلتون بخواد داریم از کتلت دست دار گرفته غزل و خون چیچو تو یه نابغه‌ای من دیگه جلوی تو عوض لون قدیفه انداختم وای خدا جون این اسبو نه اینو نه ما اینو نمیتونیم بخریم این خیلی خیلی خطرناکه آره. ولی این اسب خیلی خوبه چرا اونو نمیخریم پلیس داره دنبالش میگرده تمام سربازا دنبال این اسب میگردن این اسب مال ابلیس ابلیس ما این اسبو ندیدیم شطور دیدین ندیدی الیوس صبر کنین فرار نکنین ابلیس کدوم احمقی آخه دیگه ما بهش کلک زدیم به هوای توله فرستادیمش تو دره خیلی خوب بهتون تخفیف میدیم 50% تخفیف میدیم اولا این یکی اسب رو بخرین اینو ها بیاین عرابه رو ببرین این عرابه زیاد ارزش نداره ما بهتون تخفیف حساب این دسته میدیم اگه اسب رو بخرین عرابه رو همینطوری به شما کادو میدی رفتم من که سر در نمیارم اونا چرا عرابه رو نخواستن نمیدونم امروز رو بدبیاری بودیم ها وای خدا جون ابلیس بر ابلیس لعنت بر شیطان نخوره اینو آقا موشه شده ها نگاه وای نگاه علی بکرس ترسم یلو خورخوره از من نزدیک نشو به نظرم توالت پیدا نکردین آره از حواس پرتی ما به کلی یادمون رفت خدمتتون عرض کنیم که جاده در دست تعمیر است قربان به هر حال هرچی بوده گذشته دیگه نه میگه نه نه نشو میخواد میخواد با دستای خودم لو لوردتون کنم جلاتون رو انقدر فشار بدم که چشاتون قلاپی کاسه بزنه بیرون قلاپی بفهمه نه من قلاپی دوش ندارم تقصیر اون بود مرگ تو اینجا چه خبره؟ هیچ سرکار چیز مهمی نیست یه مسئله خصوصی من بود به خودم بله مسائل خانوادگیه بله سرکار این همون اسبیه که دنبالش میگردیم
این بعد آقا جون، این همون اسب ابلیسه، مال ابلیس پس فطرته، مال اون رسل آدم کشه دزده که کشته شد. این دو قهرمان هفتیر کش، این قهرمان هره حتی تو رو کشته. این چی داره میگه؟ ببینم منظور دینه که این دوتا عنکبوت ابلیس رو کشتن؟ عنکبوت؟ درست بچه نگاه کنی، اینا مثل شیر میمونه قربان. ما مریخی هستیم بابا، مال مریخ ایتالیا. باور کنی زیر این لباس محلی دوتا هفتیرکش قهار مخفی هن. اینا یک کشور خیلی دور میان برای اینکه علف های حرسه رو ریشکن کنن و دوستای آدمکش معروف دنیا رو از بین ببرن. این از وقتی رفته توالت و برگشته پاک عقلش نه از دست داده. Io stavo scotendo questi due eroi perché si decidessero a rivelare a tutti la loro grande impresa. Non ne volevano parlare. E per modestia, capite? Io gli dicevo, padroni miei, perché loro sono i miei padroni. Io gli dicevo, ditelo che avete ammazzato il diavolo. Avete tutto da guadagnare se lo dite. Ci sono 10.000 dollari d'Italia, dicevo io. Che puzzano 10.000 dollari, eh? Puzzano? Che fanno, puzzano? Non puzzano. Io non ci capisco niente. Ti spiegherò. Quando? Dopo. Ah. Non volete ancora credermi, eh? Sta bene, ombre, sta bene. Beh, questo è il cavallo del diavolo, no? Ed esiste anche il suo cadavere. Si trova in una baracca incendiata. Venite con noi, signor sergente. Noi vi guideremo fin là. Andiamo! E abbiamo constatato. Tutto come avevano detto loro. Quei due pistoleros debbono essere davvero terribili se hanno accoppato il diavolo. Già. Così dice anche il loro servitore. Dammi da bere. Il solito. 12 parti di whisky e una di gin. Uno. Ci volete anche la scorza di limone? Se volevo una limonata te l'ordinavano. Ci metti a te! E al tuo localaccio, decrepito! Non si mette il caridale in tasca, ancora se vedi in artamil, con me mi pura ci vuole cici durmi, dice. مقان است. آخه این ماشین حساب جناب آقای دکتر تو کابرهای بزرگ تمام رستوران و برای معتبر از این حالت بره. خب ببینم از پولای طلای ابلیس از گاف صندوق زده چه خبر؟ من هیچ خبری ندارم جناب آقای دکتر. بناسم به این طلا که چه آدمایی رو میاره به دزولاسیون بدون اینکه ما خودمون خواسته باشیم. ولی اینو بدون اولین کسی که همش به این خاک برسه بلک جکه. کش معروف. قسم خورده بود که 10,000 دلار جایزه نصیب اون میشه. مادر مقدس، اگه پای اون به اینجا برسه باید تمام اینجا را از نو بسازم. برسونم آقایون، من این پولو به شما علل حساب دادم که بتونید هر چی میخواین باهاش بخرین و حسابی لذت ببرین. ولی وقتی جایزه رو گرفتیم باید قول شرف بدیم که اونو در بانک من نگه داریم. باشه؟ خیلی خوب آقا کوچولو، خیلی خوب. ولی حالا باید بقیه پولا رو هم علل حساب بگی بیاد. ما میخوایم همه مردمو خوشحال مشحال بکنی. باور کنین بانک من خیلی مه. ما یه گاف صندوق آلمانی داریم. آخرین مد 100 سال پیشه. بیاد، اینم یکی از کارت‌های تبلیغاتی من. نگرش دار. اونو گم نکنید. میکنم اونو گم نکنم. ای بوانی، حالا همگی مشروب مهمونی منین. حمله به طرف بار. هرچی میخوایم بخوریم. چی میگی نوکر بی تربیت؟ اگه نمیبینی آقایون کار دارن؟ بدبخت های در به در، گوش کنی، دیگه رول بازی کردن کافیه، برای چی نمیرین اسباب و کاری رو از کلونل پس؟ نمیفهمم اصلا به تو چه مربوطه؟ یادتون باشه احمقا، چون من شما رو خورد و خمیر میکنم، مثل کرم لحتو میکنم. زرشک میدونی چیه ها؟ درست به حرفام گوش بده، میخوای به خدمتت ادامه بدی یا نه؟ اگه نوکری باید، نوکر خوبی باشی، بی تربیت.
راجی کنی این هفتگیره میکنم تو چشت. خودتو حاضر کن بگیر. میخوام حسابی شیرهشو بکشم. ریختشو باش. این دفعه رو هیچی. راجی کنی این هفتگیره میکنم تو چشت. خودتو حاضر کن بگیر. گاریم چه؟ اسوام چه؟ تنه هم چه؟ بدبختای در به در من شما را تیکه تیکه میکنم. شما را همون تر مثل کرم لحتو میکنم. سب کنید دوستتان بخوریم به سلامتی مؤسسه این میمون خونه. چی شد؟ آقایون اجازه میدین؟ من دکتر براون هستم. من معروف ترین و تنها دکتر طب دزولاسیون هستم. دکتر در طب شکسته بندی آمیزشی. بقیه هم مشکی شما واقعا آقایین. خیلی جوان مردید. جوان مرد راست می تو حالا آقای بانکدار بوده که به ما علل حساب پول داره. نه کم کم داره باورم میشه. خدا میتونه واسه اینکه یه مشتری تور بندازه چه کارایی که نمیکنه. تو بیابون برهوتی که اینجا باشه و اسمش دزولاسیون دستش هم 10 ساله که گاف صندوق با این دسته کف دست من باشه. همین که ازش گرفتی عشقشو آه پس جریان از این قراره ها. پس بهتره تا زوده یه خورده دیگه علل حساب به ما بدیم. ولی هرچی دیدی از چشم کورت دیدی ها. ولی من تا حالا خیلی بهتون دادم آقایون. ولی بایزم باید بگی. خون داره مثل لوله آفتابه از چشم میریزه. آروم باش آمیگو. تو نباید اونو بکشی. میکشم با جفتش. حالا میبینی. اینجا مهمون خونه است یا زباله دونی؟ تو رو خدا دست نگه دار. همه از باباش مال قرن بوغه. رو هم میزنه. این دوتا عروسک ها مال عهد بوغ هست؟ نه اون دوتا توریست شمالی هست که امروز صبح از راه رسیدن. چه شمالی ها دارم میان طرف جنوبی ها؟ بی خود هیجانی نشو. خودتو متمدن جلوه بده. من خیلی متمدن هم. تازه از تمدن آباد اومدم. راستی؟ پس با چشمایی تو دلت نگاه کن. دوتا چشم هرم مسابقه دو میدن. سلام علیکم. شانیه ها این میز مال شما. بله متملق به ماست. خواهش تقاضا میکنم بفرمایید. آخی لطیف توی شهر کثیف آدمای نحیف مثل ما اینجا چه کار میکنن؟ بله خب معلومه دیگه گردش میکنن. اومدن دور دزولاسیون بگردن. ما اهل اینجا نیستیم. ما دو هفتیرکش سرگردانیم. ببینیم گلگلی حوزک. به ما میگن برادران دست قشنگ. ببینم شما در سوار نظام آمریکا خدمت کردید. بله راسته سوم. ولی ما بعدم به سپاهیان فراری پیوستیم. یا چه هوای مسموم کننده این داره. دلتو میخواد کمی بریم بیرون هوای آزمون؟ عزیزم یه بوبوس بده به من. میلتو برم بیرون. دستی که بده بلیسن. میلتو برم بیرون. دستی که بده بلیسن. هم نگم آخری. آخری یک بوته گل سرخ گل کرده هوا رو معطر کرده. خیلی دلم میخواد بدونم شما دو نفر چطور ابلیس رو نابود کرد. دو نفر؟ میدونی چطوری من یه نفری ابلیس رو کشتم؟ الان برات عمل جراحی میکنم کوچولو. عرض کنم اون میدونست که من سر گرم هستم. این بود که فرانگو رو دستگیر کرد و به من خبر داد که اگر پهلوش نرم فرانگو رو شکنجه میده و میکشونه. بله درست سحر بود. در یک سحر خاکستری و مهالود بود که من به سراغ اون رفتم. Thank you.
بیچاره فرانگو به چه روزی افتاده، ولی مثل اینکه هنوز به هوشه. با خداست، چون نمیشه بیگدار به آب زد. چطور بهش بگم؟ خدا کنه عقلش برسه و به روی خودش نیاره. پیشتر چیچاپ داد نزن احمق، میفهمه. یالا چیچو جون، تو رو خدا شلیک نکن، منو شلاخ شلاخ میکنی. تو هم تیراندازی نکن، اون نمیشه تیراندازی میکنه. تو چرا بچه شدی؟ تو رو خدا به من تیراندازی نکنی، من الو میمیره بود. متشکرم اسب ابله سوم ندار، شیهه تو به من فهمون که در این دره صدا انعکاس پیدا میکنه، انعکاسی که برای ابلیل گرون تموم میشه. مامان چیچو متشکرم. مامان چیچو من اینطوری چطور؟ من یک نفر ابلیس کشتم، نه اینکه چطور ما دو نفر. عروسک خانم گوش کن و عبرت بگیر. Come here. وای خدا اون گیشیم. درست وسط رو به زور مونده بود، یک رو به زور مونده خیلی گرم. گوش کن و عبرت بگی. اونا 6 نفر بودن، با ابلیس 12 نفر. خوشم آمد. من برعکس تنها بودم، به این معنی که چیچو با من بود. ناگهان این 12 نفر این علف هرج سر راه من سبز شدن. ابلیس که میدونست من چجور هفتیر کشی هستم به هم گفت. کش از کسایی چه میگن و دوست داره میکشه تو هستی ها؟ نه اونو نه، بگو که تو اون نیستی، بگو که غلط کرده. خود منم ابلیس. خیلی عالیه نیم بچبی، بهتره برای مبارزه اصلاح تو بندسی چرای پای من، بعد خواهد تو بندسی زمین و مثل یه سوسمال بخطی و بیای طرف من، فهمیده؟ جلسون باش. بخست فرانگو، بخست. عارف خفیف بفرمید آقای ابلیس، من عوض اون هفتیرم رو میدم بهتون، بفرست لیم میشم. بفرمو
نگاه کنین من میخزم اینه او الاغ چهار فا به جون شما هرچی بگین میکنم. شما میخواین که من علفا رو بخورم مراتون میخورم، هیچ قصه ای نداشته باشین. خواهش میکنم به چاق و چلگی خودتون اونو ببخشین. من مثل سوسک و مار میخزم، یعنی سوس مار. شما دستور بدین الان من تمام علفا رو میخورم. Così lo fai arrabbiare! Spara, amico! Io non ho più pistola! Ho solo questo! Ti ho dovuto uccidere, diablo. Ciccio, perdona. Io no. Sono un bounty killer. Uccidere la mia tragedia. La tragedia del bounty. Così uccisi il diablo. You understand, ragazza? Rientriamo. Qua c'è aria cattiva. Qualcuno ha fatto fuori il diavolo sapendo che si trattava di caccia riservata a me. Sono stati forse
quei due là? Sì, signor, ma vi prego, non prendetevela con il mio locale. Perché hanno smesso di suonare? Musici! Ancora un po' di musica! E non mi guardate così! Oste! Porta davvero le signore! Ma guardate com'è rimasto! Che schifo di servizio! Gli vado a dare una lezione. Vado io al tavolo. Cargo della Malora! Due ordate per le signore! Un doppio whisky e me. C'ero prima io! Servi me! Del buco! Ci sono le mosche. Mangeranno la frutta. Donna, hai sparato tu. E che sparavo io? L'ho sparato io, amico. E non chiamarmi donna. Non mi piace. C'è chi mi chiama Calamity Jane. E questa è mia sorella Betty. Ai, 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 ai. Calamity Jane. E famiglia. Lo dicevo io che ne avremmo viste delle belle. Ah. E dire che io sono andato al bar a ordinare due orzate. E queste magari si bevono il petrolio. Tu non puoi impedirmi di ammazzare quel cane che mi ha offeso. Non ho molta simpatia per il bounty killer, ma riconosco il tuo diritto. Ma che sia un incontro leale, una vera prova di coraggio... Tra uomini veri. Io non c'entro. Anche se Black Jack ne farà fuori uno, l'altro sarà sempre... Il gioco dei numeri. ما خدا اینا کرده دیوونه شدین به جاش بین علک دولک بازی بکنیم دیگه ببخشونین نه اینکه ما تو این شهر تازه وارداتیم نمیدونیم این بازی چیه ممکنه نمره بازی رو برامون تشریح بکنین آخه ما اهل مطالعه با کتاب بالا شهر بده من میخوام کالمتی رو آرومش بکنم داشتی میگفتی عزیزم ای مدنچی کاچی بازه ایچی خب این دینامیت رو الان میگیرن و میذارمش اینجا این وسط زیر این میز کاری باید این میتونی ها شما بعد سر فیتیلش رو لخت میکنم و به چکش این ماشین حساب وصل میکنم اینطوری خوب گوشای درازتو بکن این از کجا میدونم این دراز گوشه روم ماشین خواهش میکنم نه ترکی نکنه فرانیگو بهش گفته باشه ها هیچ کدوم از ما نمیدونیم که این سیم به انتهای کدوم یکی از شمارها فکرشو بکن عزیزم ما میتونیم مناسب ترین جفت دنیا باشیم و بچه های ما گردن کلوفتی رو از تو و زیبایی رو از من بهش میبرن حالا هر کدوم از ماها به نوبت پشت این میز میشینه در حالی که اون یکی دستور میگیره و به میزان قیمت چیزی که دستور داده شده روی شماره ها میزنیم وقتی به شماره که وصله میرسه اونی که پشت میز نشسته میپره هوا منم میپرم هوا نه تو نه واسه من خوبه هیچ کس حق نداره از سالن خارج بشه صاحب خونه؟ کسی خونه نیست چی چی رو کسی خونه نیست؟ یالا بلند شو برو بازی کن این کار پسر بچه هاست واسه من همش رو تشکیل کرد این چه جور بازی؟ این چی؟ یه جور بازی مکش مرگم هاست بهت میفهمونم کی؟ بعدن آها خب منو ببخشی من یه دقیقه میرم با این نرقوله بازی کنم و برگردم آره. باشی؟ برو جان دلم برو برو جان دلم حالا ببینیم کی اول باید بشینه پشت میز من؟ آخه من مهمونم اجازه هست در این میز بشینم بفرمایی چی چو؟ میخوای بری سر میز من شامپاین بخوری؟ هرچی میدم شام بالا بخورم آه. خب پس من میشینم خب بشین خب ببینم میخوای بازی کنی یا نه ولی
تو خیلی جیگر داری. جیگر که چیزی نیست، کباب برگ و کوب. یه قلبه داریم، خرچنگ فلو هم داریم. یه کسی یه چیزی دستور بده. تو دستور بده. من یه ویسکی. خیلی عالیه. پابلو، یه ویسکی قیمتش چنده؟ 25 سنت میشه سیریور بیل. گفتی 25 سنت. دو و پنج بیل. حالا قهرمان ما باید به درگاه ستاره اقبالش دعا کنه که سیم ما به عدد دو و یا به پنج وصل نباشه. فهمیدی پابلو؟ بیل، بیل سینیور، بیل. خب، حالا باید چی کار کنی؟ من روی شماره ها میزنم. امیگو میزنی؟ تو هم بر بزن، کمم بر بزن. دستم به چین چین دامنه چون وای نکنی میخوای جفتک بزنی ها؟ بزن دیگه. حالا که هندل میزنی برای ما بوز میادی. شانی ست گفت ها با شماره دو پنج باقی نیفتاد. نمیفهمم چی داریم بازی میکنیم لوتو؟ بعدن میفهمی. حالا نوبت ماست که بریم پشت ماشین حساب. آی بلاک جاک، ممکنه بفرمید تعمیریز؟ برو 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 برو. خواهش میکنم بفرمایید، بفرمایید سیدان پلیز بفرمایید. نمیفهمم پس چرا به من این همه تعارف نمیکنید؟ برو 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 برو. آنگیم کن آنگیم آنگیم آره میشه بیرون گو بیچاره میشه چو خدا چقدر خسته کننده است. بذار خودم بلندت کنم. برو بایا. چی کار میکنی؟ بلندت میکنم دیگه. اگه اجازه بدی من میگم چی باید دستور بدم. آقای بانکدار هرچی میخواین دستور بدین. به هر حال پولش قبلا حساب شده. دستور بدین دیگه. بدین دیگه. من یه لیمونات میخوام. باشه. لیمونات قیمتش چند آقا؟ گفتی یه لیمونات؟ وای خود سینیور. یه لیمونات درست 25 سنت قیمتش سینیور. درست مثل یه ویسکی 25. قسم میخورم سوگنجت میکنم. بله بعد آوردی ها رو دو پنج قبلا زده، مثل که دوباره باید برگردی سر میز و به کارت بپری. بالاخره نفهمیدم آخه این چه بازیه. بازیه دیگه. بهت گفتم که یالا بیا بیا لنگ منو بگی ببینم. لنگمو بگی بیا لنگمو بگی خودم بیا بیا. آره هر باز نیست خره من کوفتن. من چرا نشستم؟ چیچو همه چیزو فهمیدم. این یه بازیه که هر کی به بازی باید پولی بده. سینیور بلکجک دستور خودتونو بدین. تو مدن چی؟ میتونم دوتا به جا دستور بدم آقا. خیلی پابلو دستور بده. بیل سینی 40 سنت قربان. عالیه 40 سنت. بیل 4 و 0 الان میذارم. چهار و صفر. چقدر خیلی خدا. روح پدر شانست شاد. تو با نظر قربونی به دنیا اومدی. حالا نوبت ماست، پاشو بریم. آخه من جام راحتی میخوام بشینم. الان آقای زغال خده تو روش میکنه. چیچو کلافش دیدی؟ یالا بلنشین بچه ها، چیزهای مختلف سفارش بدین. مطربای عزیز هرچی میخوان بدون ترس سفارش بدین. به من یه بوت تکیلا بدین و یه قرص نون. خیلی خوبه خوبه. ببینم چند قزر میشه. تکیلا $3 میشه سینیور. بیل سه. فقط یه نمره. به هر حال هنوز رو سه نزدیم. بزن. سینیور بلک جک حالا به من بگو ای سنگ صبوری، تو صبوری یا من صبور؟ خیلی خوب، خیلی جیگر داری، ما اینو فهمیدیم. حالا دیگه زود باش، الان میفرستمت کره مریخ. میخشم کنیم. خب کن، بذار من سنگک بگیرم. تو تافتون هم واسه من بگی. تو الان دینامیت پولا میخوری، تافتون چیه؟ چیز میشه؟ ببینم، هیچ اتفاقی نیفتاد. یالا برو سر میز، یالا بیا. یه بیسکی هم سفارش بده واسه خداحافظی.
ای آخه چرا ما همش خیکی بالا میاریم؟ اصلا ما رو شننه موش بخوری دماغ تو. وای 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 خدا من رو ساخته واسه پشت میز نشینی. آخه میز نازی داشتم خوب نیدرش نداشتم. یلا اومد بردش شکست. دستور بدین. چی؟ جرأت داشته باشین دستور بدین. چه خبره؟ چه خبره؟ آو جنگ گرفتی؟ عالیه عالیه خیلی عالیه خوشگله مامانه. ببینم منم تو این جشن شرکت بکنم یا نه؟ معلومه که میتونی دکتر، هر چی که میخوای دستور بده. هر چی که میخوام. خیلی باید مواظب باشی دوست عزیز، واسه اینکه من میتونم تمام مهمونخونه رو با آدماش یه جا بو. نفهمیدم تمام مهمونخونه؟ گفتی تمامش تمام مهمونخونه؟ اینم یه دستوره مثل بقیه دستورا، مگه نه؟ فقط قیمتشو باید بدونیم چقدره. یلا پابلو چقدر واسه اینجا سرفیدی؟ همه مهمون خونه با اتاقای بالا و سالن بار همگی با هم شده شده با چقدر شده؟ من وقتی اینجا رو خریدم که وضع مالی در دزولاسیون خیلی خیت و پیت بود و دیگه پول از ارزش افتاده بود و این مهمون خونه دقیقا شده 1,34,502,897,000 قربان. اون داره خندم میگیره. وان تو دریش پنجیش هفتش نوده همه شما نه چی چو فهمیدی؟ تمام نمرای ماشی شما. آفرین آفرین. همینطور به خنده دیدن ادامه بده آمیرگو. میخوام تو رو همیشه خندان به نظر بیارم، خندان مثل پسته یا خندان که آدم خوبی بودی. ای خدا بگیر بهت بده کارم، خیلی ازت خوشم میام. منو ببخشین چیچو بازی چی همه تو مثل یه مرده از من حرف میزنی. ریاخشون مگه هنوز نفهمیدی که زیر میز یه بمبه؟ بمب جاذبه جنسی؟ نه دینامیت و فتیلش به یکی از این نمره ها بسته است و این دفعه اون رو تمام این نمره ها میزنه و تو پرتاب میشی مثل سوسک رو هوا. بازی چی در میگی؟ این زیر لوازم آدم کشیه، در میگه و همه رو پم 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 میکنه. خب حالا شروع میکنم. حالا خدا شلوغ نکن، بچه ها از خواب میشن. بایی ده بیا بایی هنوز خیلی مونده. اون همیشه خود تأخیر داره آخه. فقط شماره های تازه مونده. خودتو برای مرگ حاضر کن. بیدم اگه با اخیر آخه چه کامه تو شده. ترقه نترکید ها. کچوله بلند شو. نمیتونم جواب بدم آخه من مردم. فرشته های آسمونی، من وسط فرشته ها. نه بابا تو جهنم افتادم. ای شیطون سیبیلو. کدوم سیبیل؟ تو زنده ای آخه؟ من زندم پس من راست رسی هستم. پس تو هم چی جا هستی؟ سینیور بلک جگه عجب بازی مسخره ایه. پس حتما این دستگاه یه چیزیش میشه. ای ناکلا بلاو چقدر بلاوی بمیری الهی. خدا نگاه کن چه احمقی. چیتونه میگه بگیرم همچی به چیونه مستاز نه هایی عبرده بشه. مگه میمیره نخله چه مردنی بیوهی که زلیشی. سینیور بلک جک دیدی هیچ اتفاقی نیافتاد؟ این دفعه اگه خواستی حقه بازی در بیاری باید دستگاه اول حسابی میزون کنی. هیچ نمره ای نیست که در نیومده باشه نه، و هیچ اتفاقی هم نیافتاده ها. رو همه نمره ها زدیم. آره پس این چیه ها؟ این چیز داری؟ حاجی فیروزه با شانو یه ریشه
مردن تو همین امروز چقدر شیک شدی. چیچه جون تقصیر من نبودش به خدا. کجا رفت ها؟ چیو میکنه نفهمیدم که از عقب رفت جایی. نه رفت کن آدم کش. چرا میدنی؟ میکشمت. من از شماها فقط اسما و گاری ما میخوام. باشه بابا این حد داد نزن بچه بیدار میشه. الان میریم پهلوی فرمانده و میگیم بهتونا رو پس بدن. خیلی خوب سب کن. چرا میزنیم؟ اگه آزار داری اگه درست فکرشو بکنی میبینی آدم بدی هم نیست. هیچ چیز از آدم نمیگیره. آدمم پولدار میکنه. اون یه فرشته. معلومه که فرشته است. اگه وانمود نکرده بود که این اسما مال ابلیس و اونو ما کشتیم، ما هنوز دو تا گشنگدا بودیم. من میگم خوبه یه کادو بهش بدیم، یه هدیه غیر منتظره. ولی اون هیچی نمیخواد، فقط اسبا و گاریشو میخواد. میدونی چی میگم؟ چی؟ یه فکری کردم که حتما اونو خوشحالش میکنه. نفهمیدم. بهت میفهمونم. چی؟ بعد. یا بودی میگم. Band Movies. خوشحال شدی؟ از این کاری نوعی که برات خریدیم خوشت میاد؟ امیدوارم که خوشت اومده باشی. نه لازم نیست تشکر کنی. با کمال میل این کار کردیم. با قلبی خراشیده با تو خداحافظی میکنیم. دوستان با وفای تو چیچو و فرانکو. سکای کثیف مادر مرده. کرمای آشغال خوری که از گوشت آدم ها شکمش رو سیر میکنن. اگه الان دم دستم بود اینا زیر پله تو میکردم. سیر چمار یه تونا؟ سینیور روز بخیر سینیور. چیزی برای فروش ندارد سینیور؟ گاری رو اسبا رو. گاری رو بفروشم؟ آره میخوام پست دوتا پس فطرتی رو که در حال مرکن بفروشم. درست با من نگاه کنیم؟ منو میشناسین یا نه؟ یا حضرت مریم ابلیس. ابلیس مگه اون نمرده بود؟ من ابلیس ها. درسته. به حرفم گوش کنیم. شما چند تا مرد میتونین جمع کنیم بیاید اینجا؟ بله. میخوام با اون دوتا لجن حمله کنم. اون دوتا احمقی که من قسم میخورم احمقن. ولی به هم ثابت شد اینجا. سکای کثیف مادر مرده. Due giorni e una notte di marcia nel deserto. Ma se piglio quei due sgorbi maledetti di Peones che mi hanno fregato i cavalli... Sembravano due scimmie. E parlavano come scimmie. Avevano una falsa locanda. Una parete. E basta. E non mi guardate come se fossi matto. È la verità. Hai detto che qui da te abitano i due bounty killer che hanno ucciso il diavolo? Sì, è proprio così, signore. La mia locanda ha questo onore. Prego. Che tipi sono? Sono due eroi, signori. Due infallibili pistoleros. Ma prego.
E dell'oro? Sì, dell'oro di El Diablo, che se sa? Ma non se ne sa nada de nada, señores. Niente di niente, eh? È questo che vi hanno dato ad intendere quei due? Nada. Ehi, amico, e dove alloggiano gli eroi? Ah, in questa camera qui, al numero 6. Lì. Bene, noi prenderemo questa. Va bene, è libera. Andiamo. Prego. Prego. شنیدی رفیق؟ بس این که خیلی خشنم. من هم همچین نرم نیستم دوستم. مطمئن باش اگه شریک سابقمون هنوز زنده بود و باش روبرو میشدم بهش درست حسابی میفهموندم ابلیس راستاسی کیه. چی؟ برو گم شو. من گفتم گم شو. چه؟ رفتم گم بشم. میرم گم میشم تا چشم هم کور بشه. رفته بخی. باید خیلی احتیاط کنیم. ممکنه بفهمن ما کی هستیم. فرشته رو به درک که فهمیدم. اگر ابلیس اینطوری به ما آقا سوال نمیکرد شاید الان طلاها مال ما بود. حالا من میخوام بدونم کجاست. باید بریم پلو این دوتا اینقدر بزنیمشون تا بگن طلاها کجاست. آره ولی باید سیاست به خرج بدیم. من خوشم میاد آدم سریع عمل کنه و بیشتر خوشم میاد در سکوت عمل کنه. واسه خاطر همینه که بهم میگن والا گم شدم. گم شدم. الان سرشون رو باش میکنم. باش میکنم و باش میکنم. آقایون 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 چی کار کردم؟ 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 چی کار میخوام آره شکنجه بدن چیچو شکنجه بدن شکنجه بدن شکنجه بدن نفهمیدم چیچو میخوام آره شکنجه بدن وای خدا جو میدونین بچه ها اونا هیکلشون مثل قول میمونه مثل قول میمونه اینقدرم بدترکیه میگه بدترکیه که نگو شما حتما اونا رو جدی نمیگیرین اونا نمیدونن که شما با بلکجک دست و پنجه نم کردین اگه با شما رو به رو بشن مام همینطور مام همینطور با اونا رو به رو بشیم دام بشیم آقایون افتیل کشه چیچو مواظب باش من ریز نخورم منم خودم دارم گیج گیجکی میرم چیچو یه خانم خوشگل خانم خوشگل بخوره تو این سرت به زندگی خصوصی مردم احترام بذار خدا جونم دارم میترسم خوش اقالی منم سلام بریشنی سرم داره گیج میره نگار دارم فیلم سر گیجه بازی میکنم حالا بریم تو ده آهای کیه؟ میراب محله است آره داشت ورزش میکردیش برو به من زور نیار تو داری منو میکشونی رسیدیم به آخر خط از اتوبوس بیاده شو چیچو این یارو کپیده برو بالا نمیشه یه کاری کن که بشه الان کله من لقه میشم برو کنار ببینیم پسر ایشه
کیه؟ خبر شده؟ داریم تو خواب را میری. چی داره خواب میبینه؟ بخواب آقا، به سر بخواب. بار چایه، بار چایه، بخواب. لالایی کن مرغک من دنیا فسانش. وقت شب چون موقع آواز بخونی آخه؟ دارم تو خواب میخونم. این کارا رو که میکنیم همش به هونش. منی دعا میدی بالاخره ها؟ رسیدیم. اول من پام بری تو. اومدی تو؟ درو پیش پیش کار. ببینم بچه ها. اونجا رو. از کی تا حالا تصمیم گرفتین ادای خروس رو در بیارین؟ ما از مردایی که از پنجره وارد میشن خوشم میاد. چی داری میگی؟ خیال میکنن ما علکی وارد شدیم. ما از دست دو تا قول بیشاخ و دو فرار کردیم. بلندتر از مینار جنبون. اونا میخواستن پوست ما رو قلفکی بکنن. چه دلیلی خونگی آوردین؟ خجالت بکشین دلقکا. های 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 دیدی؟ دیدی چی بهمون گفتم؟ من به شما اجازه نمیدم با ما اینجوری حرف بزنید. شما خودتون در قصد چیزگان اون چیزی که قبلا بهتون گفتیم همش حقیقت داره. اگه اجازه بدید مدارک کافی بهتون نشون میدیم. بله مدارک کافی. نقطه. نه خیر ویرگول باید گذاشت. بله ویرگول. نقطه ویرگول. بین بین بین. صاحب مهمان خونه اومد تو اتاق ما. پابلو همون خاپله چه ترسی کردم؟ من خودم کافیه. این داستانی که به هم بافتین حتی یه بچه رو قانع نمی‌کنه. چه برسه به ما؟ زود باشین بریم بیرون. از همون پنجره‌ای که اومدین تو برین بیرون. ما نمیتونیم قبول کنیم که دو تا قهرمان مثل شما به کمک ما احتیاج داشته باشن. من از ترس داشتم میرقصیدم خدا. ما گاهی وقت و قهرمانیم. آره بعضی وقتا. من روزی یه رو قهرمان میشم. تو بتی دیگه چیزی نداری بگی؟ خواهر من به اندازه کافی حوصله به خرج داده. اگه من بودم چالا شدی کرد. بس دیگه به اندازه کافی حرف زدی. دو تا فرشته من والا فرشته ای دو قلو. بله فرشته. خیال نمی‌کنی باید باشون راه میومدیم و یه کاری می‌کردیم آواز طلاها رو برامون بخونن. چی داری میگی؟ تو خیال می‌کنی دو تا قزروفا چیزی میدونن؟ بی خود به خودت وعده نده. دست بالاشو بگیری ندونسته میتونن ما رو به طرف طلاها راهنمایی کنن. نرفته برگشتن. در قفل اجازه بدین وا کنیم. شبی مردم راحت بخوابن یا نه؟ خب این سر صدا آواز چیه؟ میرم دونم به من ایش ربطی نداره. الان ربطش میدم فنگیری برو یه برو جلو. چجوری برم جلو؟ یا از من سبقت بگیر خیابون خلوته. آخه چجوری سبقت بگیرم؟ ممکنه تصادف بکنم. متشکرم. حالا ولم کن. وای چه ته دیوونه شدی؟ اینجا که دیگه قرنیز نداره. من چه؟ اگه جلوتر برم میافتم خوری. ما باید بریم پایین دیگه. ولی نه اینطوری حیبونه بیش بی آبرو. باشه دیگه من میدونم چه. بیا. نمیفهمم. بهت میفهمونم. کی؟ بعد دونه بولی من بیا. بیا حالا میخوای منو کجا ببری؟ بهت نشون میدم. بیا چی نشون میدی خودت؟ باید این تخت فنری رو بیاریم. باید سیدش کنیم. چجوری سیدش کنیم این تخت فنریه بابا؟ بریم رو بالکن. خیلی خوب باشیم. خب زود باش. تو مواظب مراقبت من باش. برو من مراقب مواظبتت هستم. برو. وای بجا جو. اما یه نفر رو تخت خوابیده. بندازش پایین دیگه. بندازمش پایین. آخی. البته یواش مواظب باش از خواب بیدار نشه ها. خیلی خوب. انداختمش پایین. بارکلا تخت رو باید بیاریم اینجا. خیلی خوب. زود باش که دارم خسته میشم. هرچی کاری سنگینه میگه من بکنم. تختو که دارم من میارم. تو دیگه چی میگی؟ شونم درد گرفت. آی چقدر سنگینه. آقا من اینو چجوری باید دارم بیارم؟ بیا زود باش دیگه از سنگینی این تخت منو کشت. وای وای وای.
بندازیم پایین. زود باش، باید خودمون رو بندازیم پایین. یالا یالا. ها بندازیم پایین. آخه چه جوری خودمون رو بندازیم پایین؟ بریم دیگه، بیا. آخه خودی جون. نه ترس، برو، دردت نمیاد، من اینجام. برو. آخه میترسم خودمون بندازم پایین. خودتو پرت کن پایین یالا. به فامیلای من سلام برید. خیلی خوب. چیچو ما حساب علو کلنگ بازی کردن تخت خوابو نکرده بودیم ها. الهی درد و بلام بخوری دوشنی. بیگی منو، بیگی منو چیچو. الهی کوتوله بشی، الهی بمیری. یکی از اون هفتیر کشا هستی که پیسه کشتی ها؟ پس اون یکی کش کجاست؟ من چه میدونم کجا بود؟ چه میدونی؟ والا حرف بزن بگو کجاست؟ حرف بزن من پیداد کردم اینجا یا بالا خوش اومدی؟ این چه؟ تو گفتم این چیه؟ جواب بده گفتم این چیه؟ یلا حرف بزن. وای چیچو جون، یه دکتر باشم پیدا کن. آی گفت آی وای چیچو جون، یه چیزی به من فرو رفته. چه میدونم به تیغ رفته به این فرو، یه تیغ اینجا. آی آی میدونم کجاست، پیداش کردم. آی این هاشش یه تیغ، این خنجر چیچو، یه دکتر پیدا کن. وای خدا جون موسوزه، دکتر خبر کن. چیچو جون کجا من آوردی؟ چیچو جون اینجا درست این توالته دارم میبینم. وای وای یه خورده دندون بزگار رو دل خل بر. چیچو جون چی داری میگی؟ خدا نصیبت نکنه. وای 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 ببینم کجا جرب کرده. داشته تو کجا رو داری نگاه میکنی؟ محل حادثه اینجاست. چی چون فکر میکنم این مرسی نبا با کنیش تجزاست. اینجاست که بهش توهین شده. چی چی بهش توهین شده؟ اگه بهش توهین شده بود که واسهش وکیل میگرفتم تو دادگاه ازش دفاع بکنه. چی چون ببینم این راستی دکتره. ببخشین ها شما دکتر، من شما شک دارید کرما تو رو میشناسه. بیا جلو. اومدم. من هیچ خوشم نمیاد کسی بهم توهین کنه. آقای دکتر شما خیلی خوشگلی، ممکنه به من بگین چی کار میخواین بکنین؟ این نکنه اینجا رو با صورت خودش عوضی گرفته. من خودمو دست یه مرس نمیدم. من مستم احمد. منم میشناسه. خوش میفهمه چی داره میگی؟ این دوتا لوس رو اون بالا میبینی؟ اگه من مست بودم اون رو 3 4 تا 25 تا میدیدم. لوس دیدی؟ اینا دوتا، یکی اینجاست ولی یکی دیگه خبری ازش نیست. اینجا فقط یکی چشم باش آلو بالو حلو میشینه. دکترها غالبا از عدم اعتماد رنج میبرن. باید بهشون اعتماد داشته باشی. شورنگ و کجا گذاشتن؟ منم داره کشم میگیره. چیچو جون کجا جرب کردم؟
چیچو جون، چیچو جون، کجا من آوردی؟ چیچو جون، اینجا درست این توالته، دارم میبینم، وای وای، یه خورده دندون بزگار رو دل و قلبه. چیچو جون چی داری میگی؟ خدا نصیبت نکنه، وای 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 خدا 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 ببینم کجا جیب کردم. Pazza, porta me via, io me ne vado. Sei pazzo, vuoi guarire sì o no? Appunto me ne voglio andare. No, e comportati da uomo. Vendetta. Tagliamo l'indumento, ecco, per me. Stia attento, dottore, stia attento a cosa taglia. Certo, dottore, che lei esagera un po', eh? Guardi che il whisky lo porterà alla tomba. Ma so che te ho sempre bevuto, non ho mai fatto male, ho più di 50 anni. Però se non avesse bevuto ne avrebbe 75. Qui c'è pericolo di infezione. Oggi bisogna fare un'iniezione. Iniezione. Una siringa, si vuole. Dove sta? Io non ce l'ho. Chi è? Allora mi dovete scusare, qui c'è un po' di disordine. Gabinetto disordinato, Non offendere il locale. Ma dove va? Quello è matto. Sorango, cosa è? Ma che mi dire? Così. اینا اینجاست. تو رو این لونه لامپا میگه سرنگ. این با این طلبه میخواد با من چه زی جرفه با این قیچی که دستی گرفتی چی میگی؟ باش به دکتر اعتماد داشته باش. چه اعتمادی بابا؟ دیگه ندارم. این اون سوراخ ها رو کاملا معالجه. واسه سوراخ ها، واسه سوراخ ها. نکنه خیال کرده که من آبکش. تو نگاه نکن، نگاه نکن، خود تو بزن به کوری. چجوری بزنم به کوری؟ آره باید شروع بکنیم. خب بیا شروع بکنیم. یه دقیقه صبر بکنید، باید این سوزن اول ضد عفونی بکنم. با ویسکی این کارو میکنه. خب ویسکی چیچو جو، من شامپاین میخوام. صبر کن، شامو بالا میخوریم. داره خودش رو ضد عفونی میکنه. درست شد. حالا آروم بگیر، آروم بگیرم. توصیه میکنم آروم بگیر. نزدیک که من نیا، نزدیک که من نیا. دو تا تو که با این قیچی که دستی گرفتی چی میگی؟ مواظب باش، مواظب باش. دیگه زیاد حرف نزن. حرف دکتر گوش کن. بیا اومدم نیجرش دار موتم. ساکت. به هم که گفتم محکم نیجرش دار. یکی از همین روزا بعد این چراغ از اینجا ورش دارم. محکم نیجرش دار. عوضی فرو میکنم. بهت میگم اصلا در ادت نمیاد. معلومه که مطمئنم. من خیلی رو دیدم که آمپول میزنن و هیچ وقت هم در ادم نیومده. اصلا اگه تو آمپول بزنی من در ادم نمیاد. خب اگه اینطوره باشه. خیلی خوب. وای خدا، وای خدا، محکم نگرش دارو منه. نه سرکم اینه محکم نگرش دار. یالله دیگه زود بخش نگرش دار اومدم. دیدی چه بلایی به سرم آوردی؟ چرا نمیخوای قبول کنی که آمپول اصلا دردت نمیاره؟ بیا برو. Senta niente! Che sicuro! Sicurissimo, anche mio cognato ne ha fatte due! E non hai sentito niente? Assolutamente! Se lo dici tu! Ma... Apri fiducia! Pazzo! Guarda come guarda! Guarda. No! No! Ho sempre paura! Ho sempre paura! Non guardare! No! Non guardare! Ma che fa lo spagnolo? Tranquillo! No! Come dici tu, non si sente niente. Ti credo, l'ho fatta a me. Stai attento, questo carrettaccio ancora qui sta. Certo che a quel servaccio meccicano è per giunta orbo gli abbiamo fatto un bel regalo, cambiandogli questo carrettaccio con un carretto nuovo di zecca. Chissà se si ricorderà di noi con gratitudine. Eh sì, per lui siamo Papà Natale. Chi è? Ti vuoi stare zitto? Così non sapevate niente dell'oro, eh? Volete darci ad intendere che non lo avete depositato ben sicuro nella cassaforte della banca?
con la complicità del banchiere. Un piano astuto. Ma che dice? Quale banca? Come quale banca? E questo allora? Non l'avevi forse in tasca? No, non è possibile. Roba da matte. Che cos'è? Come che cos'è? La cassaforte. La cassaforte della banca. Me lo diede il banchiere. Certo, certo. Me lo mise in tasca. Lo vedi che comincia a dire la verità? E ora si spiega anche tutto quel denaro che avete ricevuto da quell'ometto. È stato un atto di generosità nei riguardi del popolo. Beneficenza. Certo, certo. Domani faremo una visitina alla banca. Una visitina alla banca? Sì, una visitina alla banca. Oh, scusate la mia distrazione. Io domani ho un appuntamento, con permesso. Voi verrete con noi! Vabbè. Andiamo. Via. Andiamo. Stia attento. Che modi sono questi? Un assalto alla banca di questo paese? Di desolazione. Ma sono impazziti? È la cosa più assurda che io abbia mai sentito. La banca di desolazione non farebbe gola neanche a un accattone. Vi assicuro, colonnello, che ho sentito benissimo. E quei due parteciperanno al colpo. Io l'ho sempre sospettato che fossero due cialtroni. Ne sono convinto quanto te. Non penserai mica che abbia creduto alla loro storia, no? Ho fatto il loro gioco solo per lasciare che gli eventi maturassero. Ma questa faccenda della banca mi lascia veramente perplesso. Essere cretini va bene, ma rapinare la miseria... چون لعنت یه تشه جنازه با ناهای خون درست در این لحظه پشمکی سیا بدم خدمتتون سلوبیا میخوری؟ نه پشمک بهتری گریه کن بدبخ سود باش ما از اون رو خونه هستیم که دنبال نشت میرم بس خیلی گریه کنی بس تمام خاک قبرستون رو بره زیر نهد چی چون نوع خونه کیا هستم مثل گریه کنا میمونم من چه میدونم بابا همه دنیا گریه کنن دیگه گریه کن یالا گریه کن چشم علا چیچو دارن تو جا میبرن منو تنها نذار چیچو وای چیچو آه گریه کنید گریه کنید گریه کنید وای 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 آه بیا چیچو از خونه من آه چیچو یه خوشگل و یک دونه من آ کجا رفتی دراز بی قواره تو چشمم از فراغ دست میباری وای ننت به قربونت چیچو آی دیدی که رسوا شد دلم غرق تمنا شد دلم آخری با بی کسم باریش و با چی چو مرده با عشق میریزم از چشم آی دیدی که مردم و تنها تو موندی برام بی آبرو تو نوه خوندی چی چو جونم رسیدیم وای دیگه بی چی چو شدم دوستا یلا برو طرف صندوق ها چش
ببخشید. سگ جاش. ایش اول. متشکرم. خواهش میکنم. ببخشید. صندوق اینجا. همینجاست. مواظب باشید. اینجا رو دوزم. به ما هستیم چه؟ درستی. صبر کنید. چرا به من تیراندازی میکنید؟ هی با تو هم برو طرف گافتن رو زود باش. آی بای بای خدا چی چو بگه زود باش برو تو صندوق داره پیش کن. آی خدا این یک افتخاره. این جریان برای بانک دزلاسیون واقعا یک افتخاره. باور نکردنیه. چون لعنت اصلا ببندیم به اون گاری که اونجا مای شده. جریان برای بانک دزلاسیون واقعا یک افتخاره. باید همینجا بازش کنیم. همه تون به دو قسمت بشین. اومدیم تو کره ما.
نکنه مریخ چیه؟ چیه ایچو؟ یا حضرت مریم درست شکلی دراکولا شدی؟ آهی ریشم کن آهی جاری نمیبینم آهی وای خدا دیدی من بابا غوری شده بودم وای چیه ایچو؟ اینا میخوام بارو بکشن وای وای آهی یک کاری کنم چشمش به من نیفته نیفته زود باش بده یا حضرت مریم ابلیس پس ابلیس هنوز نمرده نه آمیکو ابلیس نمرده ناز خوش فرشته رو و آفل بالا نه میخواستیم از من درد سر درست کنین ها ما شما دوتا همه چی روشن شد شما ها با شرکای سابق من دست به یکی کردین خجالت داره شفاف تو مگه نشنافتیش همون نوکر با وفای ماست از وقتی که کادو گرفته دیگه اونقش تو هم نیست زنده باد نوکر حق شناس اومده به ما کمک کنه یه کاریسکه نوی نو به تزیه دادیم نقاشیاش هم تازه بود تصمه‌هاش هم فرانسوی بود عرباش هم قبرسی بوده من از ابلیس حرف میزنم آی وقتی با حرف میزنم مثل بچه آدم جواب بده وگرنه میام حسابی کشیدت میزنم بگه ضربه دست منو چشیدی یادت میاد دستای من کسی رو نمیبخشه اینی که تو داری بهش میگی نوکر این خود ابلیسه پسر شیطونه دیگه این یارو ابلیسه خب باش خیال کردی من ابلیس نمیشناسم وای خدا آره ابلیسه ابلیس هم یارو هست آها وای راشه دیگه کامدی بازی دار نیار دوست من ساعت مرگتون فنا رسیده هیچ کس از جاش تکون نخوره من از آدم کشی خوشم نمیاد ولی بعضی وقتا دوست دارم با آدم کشا بازی کنم آیا و آبچی بتی منو بگو که خیال کردم اینا دو زنم به لباس نوه خونا درمدن و دارن نوهه میخونن مومدم از طلاها خبر بگیرم ابلیس تا سه میشمارم شلیک میکنم یک دو و سه در خودت باشه آبی بیزنی دیگه بس نگه دارین خودتو تسلیم کن ابلیس اینجا عجب شلوغه پلوغه هوا باریم محاصرشون کنه این شلیک کن بیا شلیک کن ولی من دارم اون داره میگه داره اون چی؟ دلیلتون مخونه نمیفهمم چه خبر شده تو چیزی میدونی؟ بهت میفهمونم چی؟ بعد فعلا میتونم بهت بگم که دارن دنبال طلا میگردن اونا رو حالا از ما میخواد مگه اونا دیوونه؟ من یه پولیسی هم تو جیبم ندارم باید شب جمعه برم گدایی خوش بر سرت کنه نگاه کن چی رو نگاه کنه؟ دستا برای ابلیس گردش خوبی بود نه؟ تو با خیال راحت داشتی با یه گاری طلا میگشتی ببینم نکنم خیال کردیم ما مرغیم طلا این طلا
چی چو این گاری همه را این تو فنگام تلا چی چو آی 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 جناب کلونل، حالا چی چی به ما میماشه؟ واقعا میگیریم. یعنی ما دوتا میگیریم؟ از این ساعت به بعد به شما اجازه داده میشه که هر کاری که خودتون دلتون میخواد انتخاب کنید. از این ساعت به بعد به شما اجازه داده میشه که هر کاری که خودتون دلتون میخواد انتخاب کنید. و امیدوارم اینطور که از اطراف شنیدید. جرباد با خوشم اومد یه جاده به این دوزوی پس وزاد برخوردیم اگه دستم بهشون برسه جگر جا اول میخوام یه خورده با این دوتا شامپانزه و اون مهمون خونه قلابیشو تفریح کنم خوش اومدی سینیور خوش اومدی سینیور رواق من یا همون مهمون خونه ی تو دل شاعر رو در دوردی حیف تو که زنیده ای جون من چون غذا میدیم بخورین آقا الان آشپزای ما دارن غذاهای خیلی خوبی ولی حالا میبینی سینیور تازه وا کردیم نوی نوی بله جدید و تحدیثه ما با یه خورده پول اسباتون رو با اسبای تازه نفس عوض میکنیم اسبای عالی داریم بفرمین پیاده شیم بفرمین من اجازه نمیدم دستای کتیفتون رو با اسبای من بزنم دستای ما تمیز سینیور پاستوریزه هست اه؟ نایز دقیقه پرکه وای دوه این سینیوه ای سوبیتو درسته دینرو لا واسرا لوکانده که نون ازیسته عصبانی نشین آپاندیستون میتره که نون کامپرند نون کامپرند توی هم مرسیم دولیمان خب بچه ها حالا با خیال را من میخوام کالمجی را آرومش بکنم داشتی میگفتی عزیزم لنگه فیگانگ دیرم بسته فیستاتا مرویوسا پوم پوم potrei sapere chi è stato che nella confusione ha dato questo popò di pugno a me pois mi ho detto Passi per il deserto dalle parti dell'Arizona, procurati una corona e preparati a morire. Ci sono due bombe killer nel deserto dell'Arizona, se uno dei due perdona, l'altro non perdonerà. Ciccio perdona.